الدعاء ينقسم الدعاء إلى قسمين. دعاء دعاء بر دو نوع هست. القسم الأول دعاء عبادة، صرف دعاء العبادة لغير الله شرك أكبر. أي عبادة تصرف لغير الله فهذا شرك أكبر، كمن صلى صام حج لغير الله. قسم اول دعا یا نوع اول دعا دعای عبادت هست که هر کس اون رو برای غیر الله انجام بده مرتکب شرک اکبر شده، مانند هر عبادت دیگری چون نماز، روزه و حج که اگر برای غیر الله انجام بشه شرک اکبر به شمار میره. القسم الثاني من الدعاء دعاء مسألة دعاء طلب. قسم یا نوع دوم دعا دعای مسئلت یا طلب و درخواست هست. هذا ينقسم الى قسمين، فيما لا يقدر عليه الا الله، ان نطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه الا الله، هذا شرك اكبر. این نوع دعا خودش بر دو نوع هست. یک نوعش که خاص و ویژه الله متعال هست، یعنی فقط الله متعال در توانای اوست و اگر کسی اون رو از غیر الله بخواد مرتکب شرک اکبر شده. کمن یطلب من الاولیاء من اصحاب القبور الرزق انزال الغیث رزق الولد، هذا لا يملك عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت. مانند کسی که از اولیاء و صاحبان قبور نزول باران رو میخواد یا فرزنددار شدن رو میخواد که انجام این کارها خاص الله متعال هست و در قدرت اوست، این شرک اکبر شمرده میشه. ثانی من دعاء المساله دعاء الطلب ان اطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه وهذا يصح بشروط اربعه. و نوع دوم دعای طلب و درخواست اون نوعی هست که از مخلوق ساخته هست و مخلوق تواناییش رو داره که این چنین دعایی و چنین درخواستی از مخلوق جایز هست، مشروط به چهار شرط. ان يكون الطلب من حي لا من ميت. این که طلب و درخواست از کسی بشه که زنده هست و مرده نیست. و ان يكون الطلب من قادر لا من عاجز، یعنی لا يمكن ان اطلب من انسان مشلول لا يتحرك اقول له اعطني كاسه ماء مثلا. و این که درخواست و طلب از انسان توانایی باشه و از انسان ناتوان نباشه، مثل این که مثلا از یک انسان فلج نخوام که فلان پیاله آب رو به من بده. و ان اطلب من حاضر لا من غائب، یعنی لا يمكن ان اكون مثلا انا في السعوديه واطلب من انسان افریقیا مثلا. و این که از کسی طلب بشه که حضور داره، نه مثلا به طور مثال از کسی که من در عربستان سعودی هستم از کسی که در آفریقا هست چیزی رو درخواست نمی کنم. الرابع ان اعتقد ان هذا سبب لا يضر ولا ينفع والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى فلا اتعلق الا بالله وما هي الا اسباب. و شرط چهارم اینه که با این اعتقاد و باور باشی که او سبب هست و توجه داشته باشی که نفع و ضرر در دست الله متعال هست و این الله متعاله که نفع و ضرر میده، نه اون کسی که ما ازش بر اساس این شرایط چیزی میخوایم و طلب میکنیم. او مالک هیچ نفع و ضرری نیست. نعم. و مثل الدعاء الاستعانه، اقول لك اعنی على حمل هذا الكرسی مثلا. و مثل دعا همین هست که من از کسی کمکی میخوام، مثلا به کسی میگم که به من کمک بکن تا این صندلی یا نیمکت رو جابجا بکنم. اذا توفرت هذه الشروط الاربعه صح هذا. اگر این شروط چهارگانی که ذکر کردیم وجود داشته باشه، خب طبیعی است که این نوع درخواست دعا و کمک اشکالی درش نیست. انسان یغرق هنا مثلا في الماء. انسانی در این آب غرق میشه. یونادیک یقول لك اغثنی. سر و صدا میکنه، فریاد میزنه به من کمک بکن، به من کمک بکن. اذا توفرت هذه الشروط الاربعه صحت الاستغاثه. با وجود این شرایط چهارگانه‌ای که ذکر کردیم، این فریاد خواهی او اشکالی درش نیست. یقول لك مثلا طالب اريد ان تشفع لي حتى ادخل في الجامعه. به عنوان مثال یک دانشجویی به شما میگه که برای من سفارش بکن تا بتونم در دانشگاه ثبت نام بکنم. توفرت هذه الشروط الاربعه صح هذا وإلا